آمین آمین. یکی از بدترین احساسات آزاردهنده احساس مقصر بودن و یا گناهکار بودن هستش که همه ما به نوعی رو تجربه کردیم و معمولا از سن 3 تا 5 سالگی در کودکان نیز دیده میشه تا شخصیت انسان تو این مسیر نیز رشد میکنه و شکل میگیره که با سرزنش های دیگران و یا سرزنش های درون وجود خودش نیز مواجه میشه و اگر شخص خود را از این احساس نتونه آزاد کنه، مسلماً غم و افسردگی و نیز ترس و نگرانی و کلافگی و بیقراری و ناامیدی او را از پا در خواهد بود و شادی و نشاط نیز نمیتونه جایگاهی توی زندگی اون شخص داشته باشه و این شادی بتونه حقیقی باشه. داوود پادشاه بعد از اینکه با یکی از همسران فرمانده خودش به نام بتشبع زنا کرد و بعد از اون همسر اوریا رو نیز میکشه، وقتی به گناه خودش پی میبره، یعنی در اصل ملزم میشه، میدونیم که گناه لذت داره و چون لذت داره تا زمانی که توی اون گناه هستیم نمیتونیم درک این که تو جای اشتباه هستیم رو داشته باشیم، ولی بعد از این که از اون لذت در میاد این موقعیت ایجاد میشه که شخص چه از درون ملزم میشه، چه با نوع تعلیماتش از باورش هست که ملزم میشه و چه موقعیتی قرار میگیره که وجدان ناراحت او نمیذاره آرامش داشته باشه و داوود پادشاه نیز در چنین جایگاهی خودش رو میبینه. در مزمور 32:1-3 نیز اینگونه اعلام میکنه: خوشا به حال کسی که عصیان او در از سرکشی او در از دوری از هدف، هدفی که خدا برای اون مقیر کرده بود، خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شده و گناه بی مستور گردیده، یعنی پوشش، یعنی کفاره شده، یعنی دیگه اون گناه دیده نمیشه تا اون شخص بتونه خودش رو در آرامش و امنیت ببینه. و ادامه میده: خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد. هنگامی که خاموش می بودم، هنگامی که توی تفکر عمیق هستم، هنگامی که به گناه هم فکر میکنم، هنگامی که فکر میکنم چقدر دور شدم از اون هدف، میدونیم که گناه یعنی چی؟ همه فکرم بدونیم، نزدن به هدف. گناه زنا نیست، دزدی نیست، ریا نیست، دروغ نیست، اونها میوه های گناه هستن. خود گناه یعنی دور شدن از اون هدف، از اون رویایی که خدا در نظر داشت. و ادامه میده: استخوان‌هایم پوسیده میشد، یعنی از درون این حس یک شخصی است که اشتباه کرده، شخصی هستش که گناهی رو احساس میکنه مرتکب شده. استخوان‌هایم پوسیده میشد و از نعره‌ای که تمام روز میزدم، تمام روز وجدانش با او میجنگید. داوود پادشاه از آنجایی که قلبن به گناه خودش پی برده بود و به توبه حقیقی نزد خدایی که میشناخت، که اون خدا قدوسه، که اون خدا داوود رو با یک رویایی روی این زمین آفریده، همون گونه که همه ما توی رویای خدا هستیم، رویای جاودانه، رویایی که درش امید و شادمانی و سلامتی و رستگاری هستش و میشناخت که خدا عادل هستش، پس با ایمان و امید به رحمت خدا توبه کرد و در این اعتراف خیش را از سرزنش و احساس گناه آزاد ساخت. باز مطابق مزمور 32:5 که داوود پادشاه نیز این گونه اعلام میکنه: به گناه خود نزد تو اعتراف کردم، یعنی ابراز پشیمانی کامل، و جرم خود را مخفی نداشتم، یعنی توجیه نکردم. ما خیلی موقع هستش که حتی لزومی نداره برای دیگران، اشتباهی که کردیم، گناهی که کردیم، مدام توجیه میکنیم،
مدام میگیم نه این علت این بود، اگر این کارو نمیکرد من این کارو نمیکردم، اگر خدای من این احساسو نمیداد من خب در برابرش این عمل رو انجام نمیدادم. خب خدایا خودت به من غریزه دادی، خودت به من احساس دادی، خدای دیگه راهی نداشتم برای اینکه بتونم خرجی و روزیمو درارم، باید دروغ میگفتم. و اینا توجیهاتی هستش که دلیلی نخواهد شد که وجدان ما آروم بشه، مگر اینکه وجدان ما سوخته باشه. وقتی سوخته باشه آره دیگه اصلا چیزی نمیشنم. به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم، گفتم عصیان خود را نزد خدا و اقرار میکنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کردی، یعنی کاملا پذیرفتی. و چقدر خوبه که ما یاد بگیریم برای حتی اشتباهات کوچیکمون عذرخواهی کنیم، پوزش بدیم و این رو انتقال بدیم به طور خاص به بچه‌هامون، به نسل جوانتر، بگیم که ما بزرگام اشتباه میکنیم تا اونهام نیز یاد بگیرن، تا مبادا وقتی اشتباه کردن نشکنن. اشتباه کردن، همه انسان ها اشتباه میکنن و گناه میکنن و اونهام نیز این رو بیاموزن. بروس لی نیز اعلام میکنه اشتباهات قابل بخششن، به شرط اینکه فرد جرأت پوزش از آن را داشته باشه که بپذیره، به شرط اینکه جرأت پذیرش اون رو در اصل داشته باشه. آنچه را که داوود پادشاه را از این شرایط خجالت آور و رسوا کننده و خطرناک برای مجازات، چه بسا که میتوانستن آنهایی که اطراف داوود پادشاه بودن اعتراض کنن و داوود پادشاه را به محکمه بیارن که تو برای چی یکی از فرمانده ها را کشتی و به همسر او در از تجاوز کردی. همه اینها چیزایی بود که میتونست داوود رو تهدید بکنه و نیز از هلاکت رهایی دادش، در از درک درست از رحمت خدا بود که کاملا درک کرد خدا رحیمه، خداوند با فیضش میتونه ما رو محبت کنه، از سر تقصیرات ما نیز بگذره. شاری اعلام میکنه خدایا رحمتت دریای عام است، ز لطفت قطره‌ای ما را تمام هستش. دیگه اصرار بیش از اندازه نداره، همین که قلبا میریم در حضور خداوند توبه میکنیم مثل انسانی. شاید ما در برابر انسانها وقتی اشتباهی رو انجام میدیم میریم پوزش میخوایم، تازه میگن نه حالا که این کار انجام داده تازه باید محاکمه هم بشی، ولی رحمت خدا اینگونه نیست. تعریف رحمت خداوند در عهد عتیق اشاره به مهربانی تا پای زانو زدن، التماس. رحمت خداوند مانند که این موقعیتی نیستش که شخصی بر فرض دزدی کرده و زندانش کردن، یک بار قاضی میاد میگه بگید آزاد بشه. رحمت و فیض خداوند یعنی نه تنها گذشت، بلکه امکانات مناسب به اون شخص دادن که دیگه اون گناهو نکنه. فیض خدا این است و ما میدونیم که عیسی مسیح این گونه با تمام کسانی که به او ایمان دارن عمل میکنه. چون مزمور 51 که ادامه اعتراف و توبه داوود پادشاه هستش که در اصل اونم برمیگرده به خاطر ناتان نبی که با داوود پادشاه سخن میگه، میگه این چه کاری بود تو کردی و اون ملزم میشه، رو براتون میخونم در مزمور 51 1 الی 4 که اعلام میکنه ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما. همون رحمتی که در انجیل یوحنا 3:16 است، میگه آنقدر خدا جهان را دوست داشت که یگانه پسر خود رو داد. داره اون اوج عشق خدا رو میگه توی رحمت خدا. پس نسبت به آنچرا که تصور میکنیم آزرد دل میشیم، وجدانمون ناراحت هست، وقتی به حضور خدا میریم به یاد انجیل یوحنا 3:16 میافتیم. به حسب رحمت خود بر من رحم فرما، به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز. پولس رسول که به خوبی همه میدونیم که یکی از مخالفین مسیحی‌ها بود و
چقدرم جنایت کرد بر مسیحی رو کشت. وقتی با مسیح روبرو میشه، ملاقات میکنه، از روح خدا پر میشه، اونجا بود که محبت خدا رو درک میکنه. برای درک رحمت خدا نیاز داریم با خدا مدام ملاقات کنیم، مدام ملاقات کنیم که از رحمتش پر بشیم. بعد مثل پولس رسول که در افسوسیان 3:19 اعلام میکنه، اینگونه اعلام خواهیم کرد. میگه عارف شوید، یعنی بشناسید، شناخت کامل داشته باشید، عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، فوق از اون محبت و شناخت شما. فلاسفه، درویش، دانشمندان که فکر میکنید خدا محبت است، با خدا ملاقات کنید و متوجه میشید رحمت و محبت خدا فوق از اون چیزی است که تا به امروز به شعر آوردیم، به نثری کشیدیم، به داستان و مثالی تعریف کردیم. عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید، تا تمامی پری روح خدا، یعنی به توسط پری روح القدس ما میتونیم کاملا از رحمت خداوند پر بشیم. و ادامه میده، به حسب کثرت رحمت خیش گناهانم را محو ساز، مرا از عصیانم به کلی شستشوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که من به معصیت خود اعتراف میکنم به گناه خود و گناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیدم. چی شد؟ آقای داوود، شما زنا کردید، شما یه نفر رو کشتید، اونا چی میشه؟ داوود پادشاه داره اشاره میکنه به این اصل که زمانی که من گناهی میکنم، از هدف اصلی خلقت دور شدم که شکل خدا بودن هست. بعد از اون هست که میزاد موقعیت های مثل زنا، مثل درو. اگر من نگاهم به رویایی که خدا به من داده که شکل خدا شدن هست، شکل اون، نه شکل پیغمبر، نه شکل امام، نه شکل استاد زمینی، فقط شکل خدا، تخفیف ندیم به خودمون، خدا قوتشو میده، قدرتشو میده، نه که اشتباه نمی کنیم، نه که گناه نمی کنیم، هرگز هرگز. با دوست فقط خداست، ما مقدسیم، یعنی جدا. داوود پادشاه متوجه این اصل شد که در اصل گناه به خدا کرده، چرا از اون هدف اصلی دور شده و بعد زایده گناهان و اشتباهات مانند زنا نیز شده و اعلام میکنه و در نظر تو این بدی را کردم، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش نیز مزکا شوی. در اصل داره میگه تو حق داوری خوب را داری، داوری تو پاک خداوند، چون کاملا متوجه میشی من به تارگت نزدم، من کنار تارگت توش نزدم، من بیرونش زدم. یک دروغ مصلحتی، اگر یک تارگت رو در نظر بگیریم گرد توی تارگت، توی اون مرکز اون، اگر ما هدف هر چی بزنیم، هر کجا بزنیم درست زدیم، اما وقتی بیرونش میزنیم یک دروغ مصلحتی، قتل، زنا، هیتلر، از چشم خدا همه یکی. این عدالت خداست، همه یکی هم. چون تو هدف نزدیم و اون زایده بقیه اشتباهات و نیز گناهان خواهد شد. داوود پادشاه رحمت خداوند را نه تنها برای بخشیدن گناهان خود، بلکه برای تمام ایام عمرش نسبت به هر نیازی در زندگی خیش مؤثر می‌دانست. این باوری که من شما که در تمام امور خودمون رو نیازمند رحمت خدا بدونیم. مزمور 23 که هفته گذشته خوندیم، اما آیه 6 رو میخوام بخونم. اعلام میکنه هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود، یعنی میگه تمام ایام من و در خانه خداوند ساکن خواهم شد. زمانی که من درک درستی دارم نسبت به اینکه چگونه میخوام از رحمت خدا پر بشم، خب اونجا میستم دیگه. در حضور خداست که کمال خوشی هست، در حضور خدا هستش که شناخت درست نسبت به اون هست. سوالی که به وجود میاد این هست، آیا رحمت خداوند بر انسان بعد از گناه او بود؟ یعنی انسان چون گناه کرد رحمت خدا نیز جاری شد؟ بازم داوود پادشاه، امروز از داوود پادشاه بسیار خواهیم شنید،
در مزمور 25:6 اعلام میکنه: ای خداوند، احسانات و رحمتهای خود را به یاد آور، چون که آنها از ازل بودند. یعنی تمام موقعیت‌ها رو نیز در بر میگیره. چرا؟ که خدا انسان را آفرید، جسم انسان را از خاک سرشت، و به این جسم انسان که از خاک بود خدا روح خودش رو دمید. این رحمت خدا نیست؟ این فیض خدا نیست که روح خدا بر خاک دمیده بشه؟ کلام خدا میگه ما از خاک هستیم و به خاک برمیگردیم. موضوع جسم فیزیکی ما هستش، نه بوده روحانیش. پس این نیست در اصل نشون میده خدا چقدر عاشق ماست. اگه درک این رو داریم، عشق خدا آیا موقتیه؟ آیا خدا فقط در زمان خلقت منو دوست داشته؟ آیا ما بچه هامو وقتی به دنیا میان، همون موقع که به دنیا میان دوستشون داریم؟ بعد بزرگ میشن دوستشون نداریم؟ کارشون نداریم؟ اتفاقا بدتر میشه. مادر من روح شاد چند سال پیش که هنوز زنده بودش، یادم هست هر موقع تماس میگرفتم انگار من همون بچه 7-8 ساله هستم. البته حتما بزرگم نشدم زیاد، ولی منو نصیحت هایی میکرد که یادم هست انگار اون موقع انجام میده. نصیحت هاش این بود: مواظب به همسرت باش، بچه هاتو دوست داشته باش، ورزش کن، خوب بخور، خوراکت خوب باشه. این رنگت پریده بود امروز تو تلویزیون دیدم. یعنی هیچ فرقی نکرده بود که سالها گذشته بود. 50 سالم شده بود جد آبتون پیر کی گفت 50 سالم شده بود، ولی بازم نصیحت هاش و پندهاش برای مادر من همون بچه کوچیک بودم. چقدر بیشتر خدا، چقدر بیشتر خدا عاشق ما هست. سعدی اینگونه میگه: خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. اگر خدا ما را با عشق آفریده، هرگز موقعیتی نخواهد شد که تموم بشه. عشق اون مدام ادامه داره. انسانی که شکل خدا آفریده شده، مسلم بدونیم که خداوند میل به این داره که به توسط روح القدس او رو برکت بده و اون از رحمت میاد. سوال بعدی میتونه این باشه در فکر ما: آیا رحمت خداوند فقط برای داوود پادشاه و قوم اسرائیل هستش؟ بارها عرض کردم اگر ما اسرائیل میکنیم مطابق کلام خدا، هرگز بر این نیست که قوم اسرائیل بهترین بودن، هرگز بدترین بودن، هرگز جز مردمی بودن مثل مردم بقیه. ولی خداوند به ابراهیم قولی رو داد، یک نفر رو پیدا کرد، باید از یک جا شروع میکرد، از ابراهیم شروع کرد تا ملتها رو برکت بده. پس به خاطر بهتر بودنشون نیست، به خاطر بد بودنم نیست عزیزان. خدام اهل تبعیض نیست، هرگز. اسرائیل هم یعنی کسی که به مسیح ایمان میاره، فرزند خداست. اسرائیل به این نیست که کسی تو اسرائیل به دنیا اومده، نه. خدا رو شکر برای اسرائیلیا، خدا برکتشون بده همشون. اما اسرائیل امروز من و شما هستیم که به مسیح ایمان آوردیم، به عنوان فرزند خدا، به عنوان کسانی که میتونیم شاهزادگان نیز باشیم. پس اگر سوال ما این باشه آیا رحمت خداوند فقط برای داوود پادشاه و قوم اسرائیل هست، باز جوابشو باید از خود داوود بگیریم. داوود پادشاه در مزمور 145:8-9 اعلام میکنه: خداوند کریم و رحیم است و دیر غضب و کثیر احسان. خداوند برای همگان نیکوست، برای همه، حتی برای اون شیطان پرسته، حتی برای اون کسی که میگه خدا وجود نداره، برای اون خدا وجود نداره، ولی برای خدا اون شخص وجود داره، اون بچهشه، فرزندشه، دوستش داره. و ادامه میده: و رحمتهای وی بر همه اموال وی هستش. اما برای درک این رحمت باید وعده های خدا رو بیاد. یکی از دلایلی که میگیم همه واعظین، همه معلمین کتاب مقدس، کلیساها تعلیم میدن که کلام رو بخونیم، چون در کلام خدا وعده خداست، وعده خداست که تو رو دوست داره، عاشق تو هستش، تو رو هرگز تنها نمیگذاره، تا انقضای عالم با تو هستش. حتی توی مشکلات و سختی ها خداوند دلیلی خواهد شد که مشکلات و سختی های تو به خیریت تبدیل بشه. اینها وعده های خداست. اگر ما این وعده ها رو بدانیم و این وعده ها رو اعلام بکنیم، تقویت میشیم و تقویت میکنیم. صداهای منفی و نگاتیو دیگه نمیتونه روی ما تاثیر بذاره و باعث رنج ما و نیز دیگران بشه.
باز شاعری اعلام میکنه، خداوندا تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن. عهدهای خداوند رو به یادش بیاریم. این کارو میکردن مردان خدا. ابراهیم وعده خدا رو به یادش آورد، موسی بارها وعده خدا رو به یاد خدا میاره، میگه خداوند این تو بودی که این قوم رو از مصر آوردی بیرون، مبادا اونها رو تنها بذاری. وعده های خدا رو به یادش بیاری، نه اینکه اون فراموش کرده، بلکه اعلام کن و مطمئن باش که به آنچه که نیاز و حاجتت هست چون در مسیر رحمت خدا هست اون رو دریافت خواهی کرد. بنابراین انتظار خدا برای فرزندانش این هست که تصویر زندگیشون رو نسبت به رویاها، نسبت به نیازهاشون، نسبت به خانواده و اطرافیانشون و نسبت به تمام ایامشون مانند داوود پادشاه فقط و فقط به رحمتهای او نگاه کنن. در طول زندگی مدام ترس‌ها و نگرانی‌ها میاد، اما پادزهر تمام این ترس‌ها، نگرانی‌ها، افسردگی‌ها، استرس‌ها، شکایت‌ها و غرورها به یاد آوردن رحمت خدا و نگاه کردن به رحمت خدا است. می‌خوایم با هم دیگه بریم کتاب اعداد 21 رو داشته باشیم، از 4 تا 9. توی بروشوراتون نیستش، مطالب بروشور باشه، برای هفته دیگه به فیض خداوند ادامه خواهیم داد. کتاب اعداد 21:4 الی 9. و از کوه هور به راه بحر قلزم. میکروفون روشنه؟ صدا میاد؟ بله. اجازه بده. خداوند وقتی که قوم اسرائیل از مصر بیرون میاره، بارها و بارها نشون میده که حافظ اونها بوده، اونها را از خطراتی رهانیده. پس این تجربه رو داشتن، اونها چشیدن رحمت خدا رو در طول مسیر. حتی کلام خداوند میگه، اعلام میکنه، میگه حتی لباسهای اونها پاره نشد، اونها زخمی هم نشدن، آسیب ندیدن، و هر بار که نیازی داشتن خدا به اونها خوراک میداد، نان من میداد به اونها. پس اینها اینو چشیده بودن. حالا بعد از یک جنگی قرار هست که اینها جا به جا بشن، به سمت کنعان برن. تو یک بیابانی مدت طولانی قرار میگیرن و اتفاقی میفته. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی از ماها از این بیابونها رو تجربه کردیم، خیلی ماها الان تو این بیابونه هستیم تو این بیابون. باید بدونیم تو این بیابون باید چی کار کنیم. بله. و از کوه هور به راه بحر قلزم کوچ کردند تا زمین ادوم را دور زنند. و دل خداوند سعی میکرد تمام راههایی رو که قوم اسرائیل میخوان برن از نظر امنیت اونها رو حفظ بکنه، که مبادا قومهایی که در اون زمان قومهای وحشی بودن به اینها حمله کنن. بله. و دل قوم به سبب راه تنگ شد و قوم بر خدا و موسی شکایت آورده. خب حق داشتن. یعنی اگر شما بیپولی، به خاطر بیپولیت ناراحت هستی، حق داری. اگه مریضی ضعف درد تو رو آزار میده، حق داری. اگه فرزند دست دور هست ناراحتش هستی، حق داری. اینا طبیعیه که منا تا اینجا رو باید بپذیریم. هر کسی میتونه توی سختی ها و توی مشکلات یه آهی بکشه، ابراز ناراحتی بکنه، اما ما که مسیح ایمان داریم، ما که به خدا ایمان داریم، چه نوع تصویری رو باید در ذهنمون داشته باشیم نسبت به اون مشکلات؟ بله. گفتند که ما رو از مصر چرا برآوردید تا در بیابان بمیریم؟ زیرا که نان نیست و آب هم نیست و در دل ما از این خوراک سخیف کراهت دارد. اجازه بدید. تصویری که قوم اسرائیل داره نسبت به آنچه که پیش براش اومده، تصویری نیست که در طول روزها که خدا با قوم اسرائیل بوده براشون کشیده. اون تصویری که خدا کشیده بود این بود که اجازه نداد فرعون اونها تسلط داشته باشن و اونها رو از بین ببرن، اجازه نداد گرسنگی اونها رو از بین ببرن،
اجازه نداد قوم‌های وحشی اونها رو از بین ببره. پس اونها رحمت خدا رو دیده بودن، اما یک تصویر دیگه ای داشتن. تصویر ذهن اونها این بود که اون بیابان میتونه به اونها آسیب بزنه، چون آب نیست، بیابان دیگه، خوراک نیست، تازه مار و عقرب هم هست. مار جزو حیوانات صحراست، بیابانه، پس امکان داره اونها هم بزنه. ما هم وقتی تو سختی ها و مشکلات قرار میگیریم، اگه مانند قوم اسرائیل نگاه کنیم، این تصویر تصویر اشتباه میشه که بگیم الان بیکار هستم، پول نخواهم داشت، گرسنه میشم، پیمنتامو کی میده، چه کار بکنم با وضعیت اقتصادیم، دکتر منو جواب کرده، حالا من اگه بمیرم بچم چی میشه، زنم چی میشه، آی حالا این چی میشه، این خونه رو چه کار کنم، اموالمو چه کار کنم. اینها همون تصاویری هستش که اشتباهه. در این تصاویر رحمت خدا نیست. این تصویر نمیتونه تصویر درستی باشه. تصویری هست که حتما افراد آسیب میخورن و حتی میتونن این آسیب رو به دیگران نیز بزنن. شاعری میگه هر وقت که از زمان دلگیر شدی، پیداست که از قله سرازیر شدی. وقتی که تصویر ذهنت اشتباس نسبت موقعیت سختت، پیروزی تو نمیبینی، شکست تو داری میبینی، مطمئن با شکست خواهی خورد. من خواهش میکنم اون گواهی رو یاسر عزیزم آماده کنید، هر موقع آماده هست لطف کنید بذارید. 4 سال پیش مطابق آنچه که سه‌شنبه عرض کردم، ما اینجا دعا میکنیم، یه خانواده به ما از ایران با ما تماس گرفتن. این خانواده ایماندار تازه بودن، نو ایمان بودن، هنوز رشدی نکرده بودن، و خانم تو این خانواده گفتش که دختر ما، حالا یادم نمیاد 3 سال 4 سالش بود، هم 3 سالش بود، گفت حرف نمیزنه و حتی نمیشنبه، میشه براش دعا کنید؟ گفتم حتما. و من دعا کردم و خدا با قلبم صحبت کرد که خوب خواهد شد. 4 سال گذشت از این موضوع و اصلا من خبر، موقعیت که ما برای دعا داریم اینه، 10% افراد وقتی که دعاشون اجابت میشه به ما تماس میگیرن. متاسفانه 90% زنگ نمیزنن. من و سمی جان روز جمعه وقتی داشتیم از اورنج کانتی میمدیم از شبکه محبت، این خانم زنگ زد و گواهیشو گفت و گفت وقتی که من دخترم باید الان بره مدرسه اسم بنویسه، اما از اون یه تست میگیرم، تستش خیلی سخته برای اون، خود دخترم به من گفته مگه کشیش رسول دعا نکرد در نام مسیح؟ خب به زنگ بزن بگو در نام مسیح دعا کنه تا من فردا میرم تست بدم قبول بشم. ما جمعه دعا کردیم، ایشون شنبه دوباره زنگ زد، گفت قبول شد، معجزه قبول شد. حالا میخوایم صدای این مادر دخترم بشنویم. تصویر ذهنتو این گونه کن. پس یک نوع ایمان بود، یک نوع ایمان بود. لطفاً بفهم به نام عیسی مسیح خداوند، معجزه‌گر زندگی مارال و زندگی ما. مارال دختری که بر اثر تشنج حرف زدن یادش رفته بود، که ما ایماندار بودیم و از خداوند خواستیم که دخترمون رو شفا بده. باور کنید به خداوندی عیسی مسیح قسم که حتی از گفتن آب هم براش سخت بود، که ما به کشیش رسول گفتیم و در جریان گذاشتیم که برای مارال دخترم دعا کنه. خدا رو شکر میکنم برای دعاهای کشیش رسول عزیز که واقعا معجزه میکنه در زندگی. واقعا مثل کوه دعای کشیش رسول معجزه میکنه. خدا رو شکر که بعد از چند سال، در 4 سال پیش بود که من با کشیش رسول در جریان این موضوع قرار دادم که برای دخترم دعا کنه و ایشان هم لطف کردند و برای مارال دعا کردند. مارالی که به خداوندی عیسی مسیح قسم هیچ دکتری نبردمش، همه خیال میکردن ناشنوا هم است، حتی اصلا گنگ بود،
به اطرافش توجهی نمی کرد، هیچ حرفی نمی زد، فقط به یه جایی خیره می شد. فقط الان خدا رو شکر، خدا رو شکر که میتونه حرف بزنه، حتی جوریه که ثبت نامش کردن برای مدرسه. خدا رو شکر حتی به همسن سالای خودش رسیده و چیزی از اونا کم نداره. خدا رو شکر میکنم، واقعا عیسی مسیح غیر ممکن رو در زندگی ما ممکن کرده. هللویا، جلال فقط از آن عیسی مسیح است. آمین. صدای دخترشون هم بذاری، صدای دخترشون هم بشنم. چه سلام، اسم من والاله. خدا من رو کمک زد کبود بزن حرف بزنم، بر افزادم بلن نبودم. خدا یا زد حرف بزنم. عیسی مسیح من شفا داد. آمین 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 آمین. توی بیابانهای زندگیت دنبال خدا نگرد، خدا کنار توه. چه دنبال خدا میگردی؟ اون دنبال من و تو گشت، اون به دنبال من و تو اومد، اون اومد تا گم شده رو پیدا کنه. شاعر میگه خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا، زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را، یکی همچون نسیم دشت می گوید کنارت هستم ای تنها. خدا با من و توی، خدا با ماست. مبادا مثل قوم اسرائیل یه تصویر اشتباه جلوت بذاری، مبادا رحمت خدا رو فراموش کنی. رحمت خدا با ماست، به اون بنگری. ممنون میشم از دعاش. پس خداوند مارهای آتشی در میان قوم فرستاده، قوم را گزیدند. سپاسگزار. نگاه کنید، تصویر ذهن قوم اسرائیل این بود: ما در بیابانی هستیم که مارهایی هست، به اونها میگن مارهای آتشین، و اگر اونها ما رو نیش بزنن 100% ما میمیریم. یعنی همهمه بود، صحبت بود، داشتن میگفتن به هم دیگه، و این تبدیل به یک شورش شد، تبدیل به یک قرقر و شکایت شد. فراموش کردن که بارها خدا اونها رو حفظ کرده. فراموش نکن بارها خدا دست تو رو گرفته. چرا برای مشکل جدیدت دوباره داری یک تصویر اشتباه توی ذهنت میسازی؟ به تصویر خوب خدا که رحمت او هست نگاه کن، و او تو رو هرگز تنها نمیذاره. و نه اینکه خدا مارها رو آفرید گفت برید مارها قوم اسرائیل رو نابود کنید، هرگز. این از تصویر اشتباه قوم اسرائیل بود و مارها اونجا بودن، اما خدا اجازه نمیداد این مارها به قوم اسرائیل حمله کنن. زمانی که اونها شکایت کردن، خدا رفت کنار، گفت پس شما رحمت من رو نمیبینید، من کنار هستم، ببینید چی میشه. و این اتفاق افتاد. بخونید ادامه‌شو. و گروه کثیر از اسرائیل مردند. بله، چون مارهای آتشینی بودن که میکشتن، البته با درد میمردن، با رنج. حق داشتن شکایت کنن، ناراحت باشن، میترسیدن از این مارها، اما رحمت خدا را سپر زندگیشون نکرده بودن. بله. و قوم نزد موسی آمده گفتند گناه کرده ایم، زیرا که بر خداوند و بر تو شکایت آورده ایم. گناهشون در اصل ترسشون بود. بارها از من شنیدید، ما مسیحی ها امروز اگر بگیم زنا گناه، دروغ گناه هست، و ریا گناه، عزیزان ما دوباره تو مذهب گیر کردیم. ما فرزندان عدالت هستیم، اینها دیگه برای ما اصلا نباید وجود داشته، ما نباید نگاهی به اینا داشته باشیم. امروز گناه فرزند خدا ناامیدیه، ترسه، نگرانیه، اعلام خستگی گناه او هست. اگر روح خدا رو داریم که قوت روح القدس هست، چرا ترس، چرا نگرانی باید در ما باشه؟ ایوب همین گونه فکر میکرد. در کتاب ایوب 3:25-26 میخونیم که اعلام میکنه زیرا ترسی که از آن میترسیدم. تصویر اشتباه ترس که در برابر ایوب بود، فکر میکرد یه روزی
باید توی مشکلات و سختی‌هاش قرار بگیره، چون بچه‌هاش ایماندار نبودن، با خدا رابطه‌ای نداشتن، همیشه تو گناه بودن. و میگفت پس من مجازات میشم. این اشتباه است. خودت رو مجازات نکن تو ذهنت. اگر بچت، همسرت، برادرت توی مشکل میفته، بلافاصله داوری نکن. خب این به خاطر اون گناهشه. براش دعا کن. اینا همون تدبیرهای اشتباه است. زیرا ترسی که از آن میترسیدم بر من واقع شد و از آن چه بیم داشتم بر من رسید و مطمئن و آرام نبودم. یعنی ایمان نداشتم، نگاه من به رحمت خدا نبود و راحت نداشتم و پریشانی بر من آمد. و میبینیم قوم اسرائیل به خاطر نگاه اشتباهش امنیت خدا را ندید، به خاطر نگاه اشتباهش آرامشی که خدا به اونها داده بود ندید، خوشی اونها رو ندید. کلیسای عیسی مسیح آرامش جهان هست. من صحبت از کلیسای زنده می کنم، من صحبت از کلیسای سنتی نمی کنم که بدون درک، عدم درک درست نسبت به کلام خداوند فقط رفتار سنتی انجام میدن. من صحبت از پاپ هم نمی کنم، خدا رو شکر برای وجود همشون. من صحبت از اونها نمی کنم، من صحبت از کلیساهای زنده می کنم که خبر خوش نجات رو میدن، قدرت محبت مسیح رو نشون میدن، معجزه میشه، نبوت میشه، جان مردم نجات پیدا میکنه، زندگی مردم عوض میشه. من صحبت از اون کلیساهایی میکنم که اگر ظلمو میبینن در برابرش میستن، همون گونه که ما ظلم نظام اسلامی رو میبینیم و در برابرش میستیم و اعلام میکنیم سرنگون باد این نظام اسلامی. بله که اعلام میکنیم و ایمان داریم انجام خواهد شد با فیض خدا. کلیسای بیدار این هست، صدای خداست و رحمت خدا در اون کلیسا دیده میشه. کلیسای مسیح رحمت خداست و خوشا به حال آنانی که به کلیسای مسیح میان تا رحمت خدا رو ببینن و در اون مثل داوود میگه میمانم در اون خانه تا اون رحمت با من زندگی کنه. بله. پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کند. و موسی به جهت قوم استغاثه نمود و خداوند به موسی گفت مار آتشینی بساز و آن را بر نیزه ای بردار. چی شد؟ مار آتشین به ساز خدا گفته یه چیزی درست کن شکل مار، بعد اونو بساز، یه چوب هم بهش بزن، بعد چیکار کنه؟ بر نیزه ای بردار. خب و هر گزیده شده ای که بر آن نظر یعنی کند. پس ما اسرائیلیا بودن که اینها نیش زده بود، نیش خورده بودن، یعنی مار گزیده بود اونها رو و داشتن میمردن، در این مردن بودن. بله. گناه بر آن نظر کند خواهد زیست. هر کسی بر اون. این مار قصهش چی بود؟ ما میدونیم که مار تو کتاب مقدس سمبل شیطانه. آیا مردم باید به مار نگاه کنن؟ خیر. این ترس و وحشتی که قوم اسرائیل در اون بیابان از مار داشت و از مار میترسید و خدا رفت کنار از اون چیزی که میترسید، همونطور که ایوب گفت اونا اومدن و اینها دیدن، تجربه کردن، حالا داره بهشون میگه ببینید ایمان داشته باشید به این که من این ماری که شما ازش میترسید، از نیشش مار آتشین، من این رو بر دار بردم، به دارش بردم، تموم شد. تو درس به رحمت من نگاه میکنی که تمام بلاها، بدبختیها، مشکلات و سختی های تو تمام شده. به اون نگاه کن، به ماری که فکر میکنی تو رو میکشه من از بین بردمش. و اون اشاره به شیطانه که در اصل داره آنچه را که در عهد جدید ما شاهد هستیم رو اشاره بهش میکنه. در غیر این صورت آنچه را که ساختم به عنوان مار برنجین میتونه مثل یه بت بشه و ما شاهد هستیم در کتاب دوم پادشاهان 18:4 میخونیم که پادشاهی به نام حزقیال که میگه مطابق کلام خداوند قانون گذاشت و زندگی کرد و پادشاهی کرد و تمام قوانین رو رعایت کرد، بت‌ها رو که شکوند دید بعد از سالها دید یک مار برنجین هست که مردم اونو میپرستن. قرار بر پرستش اون نبود که اون رو بپرستن. و عیسی مسیح با شخص فریسی به نام نیقودیموس در انجیل یوحنا باب 3 در این رابطه صحبت میکنه و اشاره میکنه که زمانی قوم اسرائیل از آنچه که میترسیدن خدا اون رو نابود کرد، اون مار رو نابود کرد.
امروز اگر شما از مرگ میترسید، از مریضی میترسید، از تنهایی میترسید، از بیپولی میترسید، از بیفرزندار شدن میترسید، تمام ترسات های بردر حضور خدا. اینو بدون، عیسی مسیح روی صلیب به خاطر تمام ترسای ما رفته و این گونه داره اعلام میکنه. در انجیل یوحنا 3:14-15 میگه و همچنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود. داره پیشا پیش میگه، پیشگویی داره میکنه تا هر که به او ایمان آورد، به خود مسیح ایمان آورد، نه به صلیب. ما صلیب گردن رو میندازیم، صلیب تو کلیسا داریم، این در اصل میشه گفتش که یه شی قتاله است. بارها عرض کردم آیا میشه کسی برادرش رو با چاقو بکشن بعد اون چاقو رو برداره گردنش بندازه، جلو ماشینش بذاره، تو خونش بذاره؟ ما ایمان داریم که عیسی مسیح تمام ترسا و دردها و گناه و هلاکت رو روی صلیب برده. ما اینو نمیپرستیم، ما صلیب رو نمیپرستیم، ما عیسی مسیح رو میپرستیم که بهای گناه ما رو روی صلیب داد. خداوندم به قوم اسرائیل داشت همین اشاره رو میکرد که ماری که تو ازش میترسی، من قدرتش رو گرفته بودم، توانش رو گرفته بودم، تو چرا تصویر اشتباه داشتی؟ و اعلام میکنه پسر انسان نیز میباید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آرد هلاک نگردد بلکه حیات جاوید داشته باشه. و ما میبینیم که این اتفاق افتاد 2000 سال پیش. پس چرا ترس؟ چرا توی بیابان زندگی؟ حتما تو بیابان زندگی قرار میگیم. من الان از نظر خدمتی خودم رو تو بیابان میبینم، مشکلات و سختی ها هست، اما حقیقتا تصویر ذهن من و خادمینی که کنار من هستن، همه ماها به رحمت خدا دوخته شده و ایمان داریم پیروز خواهیم شد. برای همین دیگه قر نمیزنیم، شکایت نمی کنیم، اعلام میکنیم که خداوند با ماست. تا خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ بله بفرمایید. پس موسی مار برنجینی ساخته بر سر نیزه‌ای بلند کرد و چنین شد که اگر مار کسی را گزیده بود، به مجرد نگاه کردن بر آن مار برنجین زنده می شد. آمین آمین آمین. ولی باید نگاهش میکرد، به رحمت خدا نگاه میکرد، اینجوری نگاه نمیکرد، باید به خودش نگاه میکرد، به خود مسیح نگاه کنیم. کارفرمایی که توی کارخونه چوب بری بودن، تعدادی 100 تا درخت رو آماده کرده بودن و به کارگرش میگه این اره برقی رو بگیر و برو این رو تیکه تیکه کن تا دو ساعت دیگه. بعد از دو ساعت میاد وای میسه میبینه همون هفتش داشت مونده، میگه نتونستی تمونش کنی؟ روشن کن اره رو، مشغول شو. گفت مگه روشن هم میشه؟ عیسی مسیح به تو داده شده، مسیح تضمین امنیت زندگیت و آرامش تو هست، اونو در دلت قرار بده و بذار شعله اون وجود تو بره بگیره. و نترس و نگران نباش، چرا که خداوند مطابق فیضش میل به این داره که فرزندان خودش رو برکت بده. و مطمئن باشیم که این اتفاق خواهد افتاد. امروز تمام مشکلات و سختی ها تو در برابر رحمت خدا ببین. من نمیدونم مشکل تو چیه، موضوعی که تو رو داره اذیت میکنه چی هست، ولی ایمان دارم اگر تصویر ذهن تو از روی مشکلاتت برداری، به رحمت خدا، به محبت خدا، به یوحنا 3:16 که تو رو انقدر دوست داره بنگری، مشکل تو حل میشه و تو آزرده دل نخواهی شد. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو بشنویم. نامه عبرانیان 4:16. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا چگونه میتونیم با دلیری بریم نزدیک خداوند بشیم، تخت فیض اون بشیم؟ برابر به توسط پری روح القدس. اگر از روح خدا پر باشیم، مطمئن باشیم که همین گونه که کلام میگه خواهد شد. شاعری اعلام میکنه خدا دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت. نمیخوام، انسان ها خیلی به ما دلداری دادن و خیلی قول و وعده ها دادن، یا نکردن و یا نتوانستن. خدایا دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت، نزدیک، بی خطر، بخشنده، بی منت. منظورش چیه؟ همین روح القدس. و روح القدس خدا من به هر کسی که مسیح ایمان میآورد روح القدس میده تا این قوت داشته باشه، بدون منت، بدون انتظار،
عشق خدا رو، رحمت خدا رو برای تو آشکار کنه. بله. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم. آمین. و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند. آمین. هللویا. و میتونیم بازم مانند سعدی این گونه بگیم: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، به غنیمت به شما دوست، دم عیسی را تا دل مرده مگر زنده کنی که این دم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه دل تو بیابان زندگیت، سعدیا گر بکند سیل فنا خانه دل، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. آمین. اون اجازه نمیده که ما آسیب بخوریم. عزیزان اگر لطف کنید سه نکته رو داشته باشیم با یک سوال. سپاسگزارم. همه بوشو میخواد چراغای وسط رو روشن کنید. ممنون. به کدامی رویا زندگی میکنه؟ خدا انسان را به شباهت خدا فرید تا او در محبت بلاعوض رشد کند. شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در غرور و خودخواهی خیش هلاک گردد. نکته دوم، خدا انسان را به شباهت خدا آفرید تا او در حکمت بی نهایت رشد کند. شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در جهل و خرافه خیش هلاک گردد. نکته سوم، خدا انسان را به شباهت خدا آفرید تا او در عدالت کامل رشد کند. شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در بی عدالتی و بی انصافی خیش هلاک گردد. و بالاخره نکته چهارم که ما فقط با یه تیتر بالاش کار داریم، خدا انسان را به شباهت خدا آفرید تا او در رحمت پایدار رشد کند. در رحمت پایدار. نکته بعدیش قسمت پایینشو هفته دیگه نیز دربارش صحبت خواهم کرد. خواهش میکنم این نکات رو روش کار کنید. خواهش میکنم به یه نفر دیگه تعلیم بدید تا باهاش بتونیم زندگی کنیم. خواهش میکنم الان که میخواییم دعا کنیم، تمام دلایل این که توی بیابان زندگیت از بین میری، اذیت میشی رو بذار کنار. یه دلیل برای تو هست که پیروز خواهی شد و اون دلیل این هست که خدا عاشق تو هست و بی مرز عاشق تو هستش و تو رو نیز برکت خواهد داد. آمین.